ببینید ما تنظیمات مربوط به استیدی استیت رو قبلا انجام دادیم فقط کافی است که تنظیمات مربوط به ترانزینت رو اعمال بکنیم خب تنظیم مربوط به ترانزینت چی خواهد بود یک تنظیم مربوط به فشار خروجی هست و یک تنظیم مربوط به مقادیر اولیه بنابراین من میرم روی فایل پاورپوینت هم میبینید که اینجا ما فشار خروجیمون به صورت یک تابع از زمان و حالا یک سری مقادیر هست خب برای اعمال این تابع ما در نرم افزار فلوئنت نیاز داریم که بیایم یک فایل UDF ایجاد بکنیم که خود فایل UDF هم یک کد هست و نیاز داره که شما اطلاعاتی در زمینه کد UDF داشته باشید اما در نرم افسار CFX خوشبختانه ما یک بخشی داریم که بخش عمده ای از این مشکلات رو برطرف میکنه و ما میتونیم بیایم یک سری معادلات که به این صورت حالا نوشته شده رو در اونجا وارد بکنیم و متغیرهامون رو بر اساس یک سری متغیرهای دیگه محاسبه بکنیم من میرم بخش نرم افزار خب اینجا ما در زیر مجموعه بحث اکسپریشن فانکشن و وریبلز یه بحثی داریم تحت عنوان اکسپریشن این اکسپریشن ها در واقع قابلیتی است که نرم برای ایجاد همچین معادلاتی در اختیار ما قرار داده بنابراین من روی این راست کلیک می کنم و گزینه اینسرت رو می زنم و اکسپریشن رو انتخاب می کنم فعلا اسمی برای این تعیین نمی کنم اوکی okay رو می زنم و یک پنجره جدیدی برای من باز میشه خب نحوه تعریف اکسپریشن در نرم افزار خیلی ساده و سرراست هست ابتدا اینجا ما راست کلیک میکنیم از گزینه اینسرت اکسپرشن رو میزنم ببینید ما در واقع اکسپرشن و معادله نهاییمون این معادله هست توصیه من این هست که وقتی معادلاتتون چند بخشی هستش سعی بکنید که این رو در قالب چند تا اکسپریشن ایجاد بکنید تا بتونید راحتتر کنترل بکنید اکسپریشن ها رو چون اینجا جلوتر خواهید دید که ما میتونیم وضعیت صحت اکسپریشن رو به لحاظ خروجی که به ما میده با تغییر متغیرمون بررسی بکنیم بنابراین من میام باز محیط نرم افزار این رو فرض کنید اسمش رو میذارم پی ایکس یک اوکی رو میزنم پی 1 همین پی ایکسیت رو من تعریف خواهم کرد که مقدارش 73 هستش که اینجا من تعریف میکنم ببینید ما هم اینجا میتونیم واحد بدیم به ورودی هامون و هم میتونیم به خروجی هامون حتی واحد بریم یا میتونیم اینجا کلا واحد تعیین نکنیم بریم در بخشی که این اکسپریشن رو فراخانی خواهیم کرد برای مثال در آتلتمون در این مسئله در اون قسمت براش واحد تعیین بکنیم دستمون از این بابت کاملا باز هست ببینید وقتی من میام میخوام وقتی یک واحدی رو اینجا تعیین بکنم کافی است که واحدم رو به این صورت فرض کنید اتمسفر وارد بکنم اگر واحدم صحیح وارد شده باشه و خود نرم افزار این واحد رو بشناسه میبینید که این رو به حالت تلیک در آورد یعنی اینکه این واحد رو شناخته فعلا من برای این واحد تعیین نمی کنم اپلای رو میزنم ببینید اکسپریشن یک اینجا ایجاد شد بدون واحد باز راست کلیک میکنم اینسرت اکسپریشن دو رو تحت عنوان px2 من میخوام وارد بکنم اوکی رو میزنم برای px2 من میخوام این معادله رو وارد بکنم بنابراین میام این رو به صورت صفر دوازده صدم ضبط در سینوس پارانتز باز میکنم اومگا ضبط در تی و پارانتز بسته اپلای رو میزنم ببینید اومگا رو فعلا تعریف نکردیم ولی تی رو خودش شناخت سینوس رو خودش شناخت میتونم بیام یک اکسپریشن دیگر رو وارد بکنم راست کلیک میکنم اینسرت expression و اومگا رو میخوام تعریف بکنم مقدار اومگا رو هم 1748 ممیز 8 رادیان بر ثانیه باید واحد رو وارد بکنم وارد میکنم و میبینید که خودش اتوماتیک وار شناخت این قسمت حتی از مبحث حالا وارد کردن معادله در نرم افزاری مثل کامسول که خیلی پیشرفته هست هم به نظر من به شخص راحتتر هست دقت بکنید امکان داره شما یک سری اکسپریشن ها یک سری فرمول ها یک سری فراخانی ها رو اصلا ندونید که به چه نحوی باید وارد بکنید میتونید اینجا راست کلیک بکنید طیف وسیعی از ورودی ها رو نرم افزار برای شما اینجا داره برای مثال فانکشن ها رو دارید که میتونید فانکشن هایی که اینجا وجود داره رو انتخاب بکنید فرزن مساحت یا جرم یا میتونه فرزن سام باشه جم باشه ولیوم باشه مثلا حجم بده برای ما فورس باشه نیرو باشه و انواع حالت هایی که اینجا وجود داره که بر اساس حالا بخشی از هندسه باید اینها تعریف بشه اینجا هم میبینید که Locator Based هست یا میتونید یک سری عملیات های ریاضی رو اینجا انتخاب بکنید فرزن سینوس رو من خودم وارد کردم اگر حالا نمیدونستم نحوی وارد کردنش رو میتونستم بیام از اینجا انتخاب بکنم که به محض انتخاب کردن اینجا میبینید که خودش وارد میشه من اینو پاک بکنم یا عملگرهای دیگهی که اینجا وجود داره میتونم اکسپریشن های قبلی که انتخاب کردم و اعمال کردم رو وارد بکنم به عنوان ورودی میتونم یک سری متغیرهایی رو اینجا وارد بکنم برای مثال تی رو اگر من نمیدونستم که زمان رو نرم افزار به صورت چه نوع متغیری میشناسه میتونستم بیام از اینجا اون رو انتخاب بکنم حتی میتونستم بیام یک سری متغیرهای پیشرفته تری رو هم اینجا انتخاب بکنم فرزن سرعت ها رو داریم یا انواع متغیرهای دیگه که وجود داره نابراین ما ست کردیم که در پایان حل استدی استیتمون حالت ترانزینت رو شروع بکنه این رو انتخاب کردم وارد بخش ران میشم این رو باز میکنم اینیشیال ولیوز حالت ترانزینتمون رو باید از کجا بگیره از کانفیگریشن یک حالت استدی استیت این رو روی حالت کانفیگریشن ریزالتس قرار میدم و این رو روی حالت استدی استیت اپلای رو میزنم و OK رو هم میزنم بنابراین در این بخش به صورت مستقل ما یک حل استیدی استیت داریم اون رو حل میکنه جوابهاش رو برای ترانزینت استفاده میکنه این به صورت کلی یک حل مستقل و قابل انجام هست اما من برای مرحله اول این سیومون یعنی حالت استیدی استیت اومدم از جوابهای استیدی استیتی که به صورت مستقل انجام دادیم و سیو کردیم استفاده کردم تا در زمانمون صرف جویی انجام بگیره خب این تنظیمات انجام گرفته الان میتونم چیکار بکنم این رو ران بکنم و پاسخ رو به دست بیارم میرم روی سیمیولیشن کنترل راست کلیک میکنم استارت سالور و دیفاین ران رو میزنم این رو در فولدر ترانزینت سیو میکنم تنظیماتم رو دقت بکنید فایل هایی که با پسوند mdf ست میشه و سیو میشه همون فایل های مربوط به تنظیماتمون هست خب باکسمون باز میشه این رو روی حالت چند هسته قرار میدم و این رو هم در داخل ترانزینت سیو میکنم و با زدن گزینه استارت ران حلمون شروع خواهد شد خب همونطور که میبینید در گام ابتدایی بحث استدی استیت رو نرم افزار شروع میکنه به حل کردن در این کانفیگریشن ها که ما چندین حل رو کانفیگر میکنیم میتونیم رصد بکنیم هر یک از حل ها رو میتونیم بیایم اینجا بالا بحث استدی استیت رو انتخاب بکنیم بحث همگرایی این رو بررسی بکنیم بعد از اینکه این همگرا شد state استیت میبینید که خیلی هم زود همگرا میشه چون از حل قبلیمون مقادیر اولیه رو گرفتیم میتونیم بریم و ببینیم که بحث ترانزینت شروع شده و میتونیم بریم در گام بعدی حل ترانزینتمون رو رسد بکنیم دوباره من میتونم چیکار بکنم هر متغیر دیگه ای که میخوام در طول حلم اون رو مانیتور بکنم بیام از زیر مجموعه بخش ورک سپیس اون رو ست بکنم و در طول حلم روند تغییرش رو ببینم پس از این لحاظ هم میتونید کار بکنید دقت بکنید روی نمودار میتونید راست کلیک بکنید و روی خود چارت هم کار بکنید و حالا کیفیت چارت رو عوض بکنید یا میتونید ازش حتی عکس بگیرید و داده استخراج بکنید اینجا هم میتونید وضعیت همگرایی مربوط به سایر متغیر همون رو ببینید خب این قسمت چون حالا یکم زیاد طول میکشه من مجبور هستم که قطع بکنم تا حلمون تموم بشه خب در ادامه که مسئله من حل میشه و پاسخ به دست میاد میتونم وارد بحث پست پراسس بشم اوکی رو میزنم دقت بکنید که من این حل رو برای تعداد گام زمانی مشخصی حل کردم شما میتونید حل رو ادامه بدید و حالا پاسخ ها رو ببینید در این حالت خب من میتونم چیکار بکنم بیام برای مثال کانتورم رو برای این تعداد گام زمانی فرض کنید عدد ماخ رو رس بکنم اپلای رو میزنم حتی میتونم چیکار بکنم بیام از بخش Default دومین ادیت رو بزنم و بیام اینجا ریفلکشن بزنم و ریفلکشنم هم رو نسبت به صفحه XZ نیاز دارم بنابراین صفحه XZ رو انتخاب میکنم اپلای رو میزنم کل میدانم رو اینجا به دست میارم ببینید دقت بکنید در مثال های قبلی ما با یک روش دیگه این ریفلکشن رو به دست آوردیم اینجا هم میتونید خیلی راحت از زیر مجموعه دفالت دومین بیایید اینجا در زیر مجموعه اپلای ریفلکشن نسبت به یک حالا پلین مشخصی بیاید ریفلکشن بزنید و کل میدانتون رو داشته باشید میتونید انیمیشن استخراج بکنید بیاید از اینجا زیر مجموعه انیمیشن و انیمیشن مربوط به دادتون رو استخراج بکنید دقت بکنید دفات لجند ویوی که وجود داره میتونید روی این هم کار بکنید حتی این لجند رو یکم وضعیتش رو بهبود بدید این رو یکم زومین زومات بکنید تا انیمیشنی که استخراج می‌کنید بهتر باشه من این رو اپلای میزنم برمیگردم روی کانتورم میتونم رنج این اعداد رو هم تغییر بدم برای مثال میتونم یه یوزر اسپسیفاید رو بزنم از حد فرض کنید 0 تا سه این رو ست بکنم اپلای رو بزنم یکم تغییر میکنه یا کمترش بکنم 0 تا دو بزنم و مقادیری که وجود داره ولی خب من این رو روی حالت گلوبل قرار میدم و بعد از اون میخوام چیکار بکنم بیام از زیر مجموعه انیمیشن و برای گام های زمانی که دارم انیمیشنم رو استخراج بکنم و بعدا سیو بکنم بنابراین این رو من روی حالت پلی قرار میدم تا انیمیشنم برای کل